سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من امین اینفرنو هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی امروز. بچه‌ها چطورین؟ چه خبر؟ آقا دلم کلی تنگ شده بود، اسکین آوردم، اسکین داکن سعد. بچه‌ها یه گیم پلی خیلی باله، البته یه سری مشکلات هست، میخوام بهتون بگم، یعنی که سختی‌های کار ما هم ببینید. میدونی چی میگم؟ ولی در کل برام مهم نیست، ناکن فاقد اهمیت. نخوندم حساب نمیشه. آقا کاستومای خودمونه. بریم پلتفرم ببینم چه خبره. پلتفرم خیلی شلوغ میشه بچه ها. کاستوم های من تقریبا، یعنی شاید بهتون بگم از 25 تا اسکواد راحت 14 تا میان، 14 15 تا اسکواد و راحت میان. حالا شاید مثلا بعضی وقتا پلتفرم زیر پامونه. یه بار یعنی جدی میگم اینو، جامپ لیدرمون دیر جامپ زد، کلا 10 نفر مونده بودن تو هواپیما، یعنی 90 نفر جامپ زده بودن تو پلتفرم. ببین اینجور پلتفرم میشه توش پلیر در آورد. میدونی چی میگم؟ غیر از این به درد نمیخوره. داش فرار نکن بچه ها. پلیرای چی و فشاری و من خیلی خوب تشخیص میدم. این مطمئن بودم آنها کن یه چیزی هست. ببین فرار نکن. استریمر مود به استریمر مود نداریم تو کاستوم ها. استریمر مود بی تربیت به من. داداش همی اینا احتمالا واسه کلیپ اینا میدن. چی میگم؟ مثلا که اگه خوردن اسمشون معلوم نشه، اگه هم زدن خب دیگه مثلا به نفعشونه. میدونی چی میگم؟ استریمر مود من، ببین استریمر مود من از اسمم معروف تره تو بازی. یعنی مثلا ببین این استریم من الان همه میدونن این مال داشم. بعد بچه ها این باگ درخت هم اینجا هست، نگاه کنید. خودم پشمام ریخته اینجا موندم، صحتا میبینید. ولی اگه کسی بزنه بتونم پرت بشی پایین. دقیقا خیلی باله. اون نایفه بود دمیجش 200 بود، با اون حال میده. حالا من بعدش داشتم دیگه، گفتم ازش استفاده نکنم با اینکه خیلی هنوز دارن میزنن باش. من حال نمی کنم دیگه. بروکس گناه دارن، بریم جدا. چون واقعا بچه ها ظلمه، یه دونه بزنن این طرف 200 تا دمیج بخوره، بچه جان بیا پایین سرمون درگیره. بچه ها تو پلتفرم من حقیقتش رو بخواید با SMG و رایفل زیاد فایت نمیدم، علاقه ندارم بهش. من این سعی میکنم بگردم تو اون گانم رو پیدا کنم، یه رایتیکی، یه DLQ. من دنبال کیل قشنگم تو پلتفرم، دنبال وایپ کردن و انمی زدن و اینا نیستم. چون واقعا بچه اگه مثلا یه مقدار از زیپلاین فاصله بگید یا هر چیزی، مردن داره. همون ترفند آرمور که بهتون گفتم، از زیپلاین گوشه میاد اینور، آرمورتون رو میزنید میرید. خیلی ایزی ناکن، بهترین کاره. اینجوری آرمور بزنید تو پلتفرم. غیر از این بچه‌ها خیلی مثلا ممکنه بزننتون. میدونی چی میگم؟ یا زمین میشه دمیج میشی میای پایین، یه نفر از دور میزنتت. قبلا روی زیپلاین میشد آرمور بزنی، این مشکل نبود. ولی حالا این راه حل خودمه، من اینجوری آرمور میزنم. این بیوای داره، من بیوای بچه‌ها بو میکشم، یعنی هر جا ببینم آقا بیوای هست دیگه ولش نمیکنم. بیوای بده داشم میبینم. بیوای لیاقت میخواد به مولا. اینا بیوای میخوان به مولا. بیوای بده با یه لانگ برل طلایی. اصلا نگاه کن سات. بیا اینجا ببینم. بریم جون. از اینجا شد بازی. ولی بچه ها یه چیز درباره پینگوینا بهتون بگم. تقریبا بدترین اینترنت رو من دارم بین بچه ها. من پینگم واقعا خرابه. یعنی این مثلا خیلی وقتا واقعا 70 داخل بازی. 68 69 70 میچینگ. این ببینین پینگ 70 رو داخل تورنمنت های اروپایی میگیرن ایرانی ها. من تو سرور خودم پینگم میده مثلا بعضی وقتا میاد تا مثلا 58 اینا، ولی در کل اون پینگم فیکه. حالا من دارم اوکیش میکنم، ولی بچه ها من دیسکانکتی تو دارم توی بازی AFK. خیلی میشم نتم، خیلی میپره گیم پلی هم بعضی وقتا اینجوری خراب میشن. یعنی وسط فایف یو میبینم آقا پینگم 200 دیگه، مجبورم اون نذارم. حالا میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم در این باره که کامل ببینید. اگه داشتم این چه خبرته، چقدر پینگ بالا رو بهتون توضیح میدم. البته دارم چند تا حرکت میزنم ان تا یه مدت دیگه، شاید بهتون بگم تا یه ماه دیگه احتمالاً، یه دو هفته سه هفته پینگم خیلی بهتر بشه. یعنی از اینی که هست پینگم خیلی بهتر بشه. البته الان همه پینگ خوب دارن بچه ها، اکثرا 99% از پلیرها، نمیگم مثلا پلیرهای عادی، از یوتیوبرها گیمرها اکثرا پینگشون مثلا شاید بهتون بگم بین 44 تا مثلا 50. بعد فیکس و یه چیز طبیعی. میگم چی میگم؟ پینگ من فیکه، یعنی همین 68 که میبینید نیست. یعنی بچه ها مثل یک کرگدن خسته فقط دارم میرم و میام روی این زیپلاین ها. خدایی حس میکنم بچه ها سیزن بعد یه سیزن اوکی باشه. نمیدونم چرا اصلا نظرم روش خیلی مثبته. فقط وایسادم بیاد احتمال خیلی قوی تا موقع پینگم اوکی بشه. نمیدونم هفته آخر این سیزن بچه ها احتمالا آلکاتراز رو بیارن، خیلی خوشحال میشم. من شنبه هم که قولشو بهتون دادم یه ویدیو خیلی خفن داریم. ساعت 4 بود دیگه، درسته؟ آره حالا چک میکنم، یا 4 بود، نه همون 4 بود.
شنبه ساعت 4 یه ویدیو میذارم نه کن کلن نظم کال آف دیوتی به هم بخوره تا یکی دو هفته پشمام چه شاتی زد بچه اینجور پلیرهای خوب و خیلی سعی کنید با مغز بازی پلی بدید نه کن من اسکینش یادم موند یعنی قشنگ میدوزم آه طرف داره چه اونه نه کن میبینی از زیپلاین من اومد اینجا خیلی حواسم اصلا که برنامه هم چیه نه کن پیگیرشم میدونم باید چی کار بکنم خیلی دقت میکنم بگه آه طرف سبک بازیش چیه چه جوری میخواد بازی بکنه نه کن رفت اون بر ببین خیلی مارموز رفتم زدم بیا پایین بچه جان میگه بچه وقتی یه پلیر خوب میبینید فقط کافیه یک ثانیه فکر کنید یعنی اون یه نقشه بکشید همیشه اگه ببینید با مغزتون بازی کنید هر چقدر موومنتتون خوب باشه هر چقدر دقت تیرتون بالا باشه فکر نکنید بازی کنید کلا کارتون تمومه اگه با مغزتون پلی بدید خیلی خوب میشه داش بیا پایین چقدر بدم از طرف میاد تو پلتفرم ولی حال میده ببین تو این بازی هر چیزی که خودت ازش استفاده کنی نامردی باشه بقیه رو باش بزنی حال میده اگه دیگران با اون بزنند تو فشاری میشی این دیگه قانونشه دیگه قبول بکنید بریم بالا بریم بالا داشمی او یارمو زدنگه نکن یه استریمر موده یارمو ناکرتو کنم همونده بریم سراغش بریم سراغش بچه ایچ اس میبینید بیفتید دنبالش ببین من صدای ایچ اس میشنیدم میگفتم آقا این مال کیه این ایچ اس مال کیه یعنی همین که صدای شاتگانو میشنیدم میرفتم دنبالش یعنی فقط دنبال دنبال یارو بودم پیداش کنم بزنم شاتگانشو بگیرم بچه جان بیا پایین کن خیلی حواسم نینجا شاتو ببینم یه دونه باید مثل این بزنم بعدم طرف رو هوا باشه خودم نینجا بزنم باید منم رو هوا بزنم خیلی خفنه بیا اینجا ببینم بسیم برموده پدرش خورده شد بنده خدا پدر تو توی قابلمه من خوردم بیمالا بیمالا داش همین چته داش همین کم پدر بخور بیم جدا خیلی کار داره بچه ها این بازی بازی واقعا بازی قشنگیه من حال میکنم توش ولی کاش واقعا مثلا یکم شرایط بهتر بود یه مقدار میدونی گیم یه مقدار الان از بچه قبول کنید اون اول که قضیه آرمور اومد وست سینا نبود خیلی مخالف داشت من همون موقع بودم قضیه خیلی قضیه اوکیه دیگه نیاز نیست همیشه دنبال یه وست سه بگردین ها کن این اچس داره همینجوری میفتیم دنبالش بچه جان بمیر دیگه ای چقدر سفیده ایمو گرفتم روش تیرام بعد ول نکنید اچس میبینید بچه فقط پیگیرش بشید بیا پایین بی تربیت من که میگیرم به داخل هر وری بری باتم داشم هر وری بری باتم داشم نه تنها چیزی که هیچ وقت بهش نه نمیگم شاتگانه شاتو ببین بیا پایین بی تربیت داش همینه مولایان بدم اینم اچس اچس نکن کسی که لوت داره رو بچه هیچ وقت ولش نکنید یعنی کسی که آقا میدونید گیمتون رو بهتر میکنه اگه بزنیدش بیفتید دنبالش من الان ناکن با یه شاتگان تو پلتفرم مثل قدیم ببین هر فشمام اللهم این همه جذبه داشت همین عجب عشقی شکر میکنم خدای حال میده میدونی حال میکنم اینجور گیم پلی اصلا میبینم میگم صفا باشد مثل یه تمسای خسته میرم و میام میکنم بچه ها میشد لیزارد نمیدونم چیشی مریش پشمام اینا رو ببین اب نداره بچه ها خوردید زمین کلن 20 دونه دمیج کم میکنه اهمیت نهید بقیش آرمور بزنید نکن 150 میشید اچپیتون هم فول میشه گرفتید اهمیت نهید از اینکه میخورید زمین اینا آرمورتون رو به نظرم کنسل نکنید برحال ببخشید گلوم بیا اینجا هلو دیدم نکن چه هلوی ناناس قربونه تو برم من سیس ماستی عزیز بچه ها داشت همین از زیپلاین برعکس میاد پایین اصلا صد تگا رو میزن بچه ها یه چیزی بهتون میگم یه ویدیو متفاوت دیگه میخوام براتون بزنم حالا بذارید دربارش صحبت میکنم نظرتون خیلی برام مهمه چون یعنی همچین چیزی واقعا نبوده داخل کانال یعنی بوده شاید تک و توک از ویدیو اصلا میخوام هفته یه دونه رو میخوام داشت مثلا باشه آقا بعد بچه قضیه هنکم هم یه توضیح بهتون بدم آقا هنکم هم فکر کنم حدود از یه 4-5 روز دیگه دوباره اوکیش میکنم گفتم مسافرتم چون وسایل اینا کلن اونجا هم دوباره چند تا هنکم خیلی خوب براتون میذارم لذت ببرید بدم اینم لوتو بده به داش همین صد به مولا بریم جدا بچه توی مچی که آقا 16 تا کیل زدی داخل پلتفرم راحت میشه تا مثلا یه 36-37 تا کیل هم زد میدید چی میگم 32 تا هم زدم تازه اونجا مثلا فکر کنم پلتفرم فکر کنم 14-15 تا کیل داشتم الان 16 تا کیل دارم یعنی راحت میتونم آقا رکورد قبلی خودم نم چقدر بود داخل کاستوم هم 33 تا بود 32 تا بود یادم نیست ویدیو رو زدم فکر کنم بچه براتون
ولی در اینجا مثلا میگم من نتم پرید پینگ 200 گوشیمو میرم چک میکنم ببینم آقا نت 4G اوکی ببین هیچی به هیچی، یعنی همچین اتفاقایی باعث میشه آقا کلا پیشرفت نکنیم. وای فای رو قطع میکنم وصلش میکنم، ببین وصل الان دوباره تلاشو میزنم نمیارم. هیدا آشا یه پیام دارم برای سلطان جهرومی. آقا جهرومی خواهشن نکن، البته آقا جهرومی نیست فکرم عوض شد درسته. آقا جهرومی دهنت سرویس نگاه کن تو رو قرآن این وضعیت ماه نگاه کن. ولی بچه فکرم نتو باید تغییر بدیم، نگاه کن من هم باید وصلشم به گوشیم، به گوشیم وصل میشم به یه گوشی دیگه، یعنی اینجا الان مثلا اوکی میشه وضعیت میشه. آقا نت من برگشت اوکی، پینگم از 106 میاد پایین 77 68 60 93 به هر حال پینگ داره کم میشه. من تنها راهم اینه آقا بودو بودو برم به سمت زون، یعنی نکن خدایی همچین چیزایی میبینه آدم یه خورده دل سرد میشه، چون مثلا یه بازی مثلا میتونستم توش 30 تا بزنم 40 تا بزنم یه همچین اتفاقی میفته خب قبول کنید دیگه بازی خراب میشه. بعد یه چیزی هم بگم بچه‌ها، این گوشی که الان بهش وصل شدم نتش خیلی بده، یعنی مثلا نبینید پینگو زده 60 افتضاح فقط اون یکیم خوبه، گوشی قبلیم خوبه، یعنی فقط مثلا کنم مثلا شاید تیرو هم مثلا ریجستر نشن. بیا تو زونم افتادیم، حالا یه هرچی اتفاقایی میفته واسه هممون هم هست، نمیگم فقط مختص منه، همه همچین مشکلاتی داریم خدایی. مثلا من نمیدونم چی اون فرق داره، الان مثلا دوست دارم تو عمان تو دبی بچه‌ها پینگ 8 و 9 میگیرن. ببین پینگ 8 و 9 حالا خیلی ها مثلا خیلی از بچه‌هایی که پینگ خوب دارن میگن آقا پینگ اصلا مهم نیست، مهم مثلا مهارت مغز بازی، تازه خیلی هم دارن از این چیزایی استفاده میکنن که حالا بعدا ان شاءالله خودم درباره‌اش صحبت میکنم. بچه من حتی ببین من واسه پینگم از هیچی استفاده نمی کنم در این حد بهتون بگم، یعنی سرور همون سرور داغون و من نمیدونم یه همچین چیزایی هست. من حتی اون کسی که بچه پینگ 8 میگیره از یه قابلیتی میزنه مثلا پینگش میشه 3، بچه خیلی تاثیر داره داخل بازی، یعنی اگه بخوام بهتون بگم یه تاثیر آنچنان، یعنی اصلا نمیتونم براتون توضیح بدم. مثلا بهتون میگم 40 تا تیر فنک داریم، یه نفر پینگش 20ه یه نفر پینگش 40ه، خب زیادم اختلاف نمیگم، پینگ 20 و 40 جفتشون 40 تا تیر فنک دارن همزمان با هم شلیک میکنن. بچه ببینید این قضیه، طرفی که پینگش 20ه کلن شاید بهتون بگم 6 تا 7 تا تیر سریعتر از اون طرف میزنه به 6 7 تا تیر، تازه SMG هم بگیرن که دیگه اصلا بچه واقعا هیچی نمیشه، تیرای شاتگانتون بچه همشون میخورن، ریجستر نمیشه، انمیو واقعا سریعتر میبینی، خیلی بچه اصلا خیلی مزایا داره. نکن سطح نت مور برجودو دیگه بی طبیعت بچه. البته مثلا من خودم میگم واقعا پوستمون کلوف شده دیگه، مثلا با یه همچین چیزای دیگه مثلا افسرده و ناراحت واقعا نمیشم، یعنی انقدر مشکلات برام پیش اومده تو این بازی، پینگ اصلا یه گوششه اصلا معلوم نیست. نه که بچه انمی گیر میارید مثلا ریوایوین مارک کنید یارتون که گانداره آقا بیاد بزنه شما بیل لوتش کنید، گرفتید یه همچین چیزی خودتون هم میتونید یکم دمیج بدید مثلا، بیا هم بیوا گیرم اومد هم ام 13 میگم آقا یه همچین قضایایی هست پینگ این بنده خدا رو، میگم مثلا اگه پینگش خوب بود اینجوری هیچ وقت نمیمورد، کلا خیلی از بازی برمیگرده به پینگ. من دیدم حتی دوستای خودم که مثلا یه پینگ 47 46 دارن میگم آقا تیرای توخ مثلا خیلی سریعتر به من میخوره، میگم نه همین فلان بیسان اصلا ربطی به پینگ نداره، این تیرا مثلا پینگ شاید تیر دیرتر بخوره و اینا، ولی تیرت میخوره به هر حال تیر میخوره، ولی بچه واقعا اصلا پینگ بحثش جدا. یه نفر گوش بدید با فنک خدایی میگم بیاد جلوتون خیار خیار با یه انگشت، نکن این همون انفوریا بچه ویدیوشو میذارم لینکو برید این چیه رو تستش کنید، انفوره خیلی سمه. بچه داشتم میگفتم آقا یه نفر اصلا با فنک بیاد با پینگ خیلی خیلی پایین، نمیدونم آقا با پینگ همون 40 40 و همین مثلا 58 فیک من، خب بچه رندم میکنه قشن، یعنی جوری میزنه من اصلا نتونم یه اسلایدم بزنم، یعنی کارم به یه اسلاید عمرن بکشه در این حد. بازه یه سری قابلیت ها هست ولی غیر قانونی هست، درست نیست، نامردی و خیلی دارن استفاده ما بیشتر در بارش داشت استدام ها میکنم گرفته در بارش بیشتر صحبت میکنیم، اصلا نگران نباشید بچه ها، خیلی دوست دارم خیلی خفه موقعتون باشه، گفتم گیم هم بذاریم این مدت توضیح بدیم که آقا شما از این مورد مشکلات بخورید گذر کنید، حالا یه سری حقایق هست بهتون میگم نگران نباشید اوکیش میکنم، چون باید اول خودم باید تستش کنم، حالا بذاریم من تست میکنم اگه واقعا همچین چیزی باشه بهتون میگم. خیلی دوست دارم آقا خیلی خفه موقعتون باشید، میرمتون فعلا بابایی.